غافل مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک خروش به منزل رسیدند. خیلی وقتها بعضی صحبت ها و بعضی نظریه ها هست که ما نمیتونیم موفق باشیم، یا فلان صدا نمیتونه موفق باشه، فلان شخص نمیتونه موفق باشه، فلان سن، فلان جنسیت در یک کاری، حالا مثلا هنر یا خوانندگی آواز، نمیتونه موفقیت کسب کنه. در حالی که این سخن اساسا اشتباس و به هیچ وجه نباید برش تاکید کرد. چرا در طول تاریخ و گذشته اگر شما نگاه کنید، در اقوام مختلف، حالا از زبانهای مختلفی که ما میبینیم، در خوانندگی، در حال نوازندگی، موارد دیگه موسیقی رو کاری نداریم، در خوانندگی، در آواز میبینیم صداهایی حتی ماندگار شدن که هیچ کس در اون روز و در آن زمان فکرشو نمیکرد و یا خود اون رو فکر نمیکرد که بتونه در این حد رشد داشته باشه و جهانی بشه. و اینها همه نشان از اینه که خوانندگی مقولش با خیلی از کارهای دیگه تفاوت داره، چون خوانندگی یک کار دل و یک کار احساسه و یک کار عاطفی است، با کارهای دیگه تفاوت داره. در هنر و در موسیقی بعد حسی و عاطفی بسیار نقش داره. گاهی اوقات شما با یک صدایی که اصلا تصورش رو نمی‌کنی که بتونه مطرح بشه، بسیار پیشرفت می‌کنه و فراگیر میشه. هنر در خوانندگی، در حالا موسیقی، شما گاهی با یک اتفاق، یک هماهنگی که در یک سری عوامل به وجود میاد، شما میتونید خیلی از پله‌ها رو طی کنید و مطرح بشید. و اینکه صرفاً یک صدای استثنایی و یا یک تکنیک های استثنایی و یا اینکه حالا خیلی کارها باید چیز باشه، نه، به این شکل نیست. چون این نگاه باعث میشه که محدودیت ایجاد بشه و ما خیلی ها به سمت این موضوع نرن، در حالی که هنر یک کار دلیه، منحصر به هیچ گروه خاص و یا هیچ فرد خاصی نیست که بگیم که فقط این افراد، فقط این طایفه میتونن. اینجا میگم اگر عشق و علاقه باشه، اگر تمرین و اگر آگاهی و آموزش باشه و یک اتفاقاتی که حالا هماهنگ شدن یک سری عوامل با هم، میتونه یک کاری مطرح بشه. شما خیلی از خواننده ها رو در قدیم میبینیم که مثلا استاد بنان صدها آهنگ، ده ها آلبوم، آثار بسیاری داشته باشه، ولی یک ترانش به نام مثلا الهی ناز میبینیم که فراگیر میشه و کل مردم اونها میشناسن. عوامل بسیاری از شعر، آهنگ، تنظیم، اینکه چه جوری منتشر میشه، چه جوری شنیده میشه و شرایط اجتماعی سیاسی و خیلی از موضوعات نقش دارن که تو یک کاری مطرح بشه. اگر به تاریخ خوانندگان همین ایرانی نگاه کنیم، حالا به خوانندگان سبکای دیگه و یا کشورهای دیگه کاری نداشته باشیم، شما تو خود ایران هم نگاه میکنی، انواع خواننده ها با انواع صداها، از صداهای بم، از صداهای زیر، راسکوک، چپکوک، رنج های مختلف صدایی، از آقایون، خانم ها، کودکان، همه جور صداها ما داریم که و حالا در بخش اساتید ببینیم از طیف های مختلفی از صداها مطرح شدن و حتی با سطح تکنیک های مختلف. مثلا ما در آواز سنتی اساتید داشتیم که حتی هیچ تحریری شاید نداشتن، ولی باز آواز سنتی خوندن و مطرح شدن. خیلی ها مثلا داشتیم با کمترین گستره صوتی، مثل استاد دادبه، شما ببینید که چقدر آثارش، همون یکی دوتا آلبومی که هست یا همون محافل، در محافل خصوصی هم حتی هست، ببینید که چقدر مطرح شده و چقدر مردم دوست داشتن و حتی چقدر اساتید بزرگی که بارها حتی خود استاد شجریان و امثال اینها ذکر کردن که چقدر از این استاد عزیز الگو گرفتن و تأثیر گرفتن. و خیلی اساتید دیگه که با شخصیت‌های مختلف صدایی و با جنس و ویژگی‌های مختلف و با تکنیک‌هایی که حالا کم یا زیاد تونستن در خوانندگی موفق بشن. پس اینکه ما خودمون رو محدود کنیم که حتما با یک جنس خاصی از صدا، یک تکنیک خاصی از صدا و یک قدرت و یک توانایی خاصی ما میتونیم در کار خوانندگی قدم برداریم و یا موفق بشیم، این تفکر غلطه و به نظر من درست نیست. و از طرفی در خوانندگی قرار نیست همه یک خواننده بار بیان. شاید در خوانندگی ما با خیلی از چیزهای دیگه آشنا بشیم، در خوانندگی با یک تنفس درست آشنا بشیم که کلی میتونه برای سلامتمون مفید باشه، در خوانندگی میتونیم با ادبیات آشنا بشیم که جهان ما رو عوض کنه، در خوانندگی میتونیم با اینکه تخلیه انرژی های منفی، سبک شدن ذهنمون نسبت به بارهایی که هست و خیلی از موضوعات
ازش استفاده کنیم. میتونیم در خوانندگی حالا قدرت صدامون رو در با تمریناتی که داره بالا ببریم، در گفتارمون، در صحبت کردن روزمرهمون بتونیم ازش استفاده کنیم. میتونه اعتماد به نفسمون رو بالا ببره، میتونه هوش و ذکاوت ما رو در خوانندگی تقویت کنیم و خیلی از ویژگی‌های دیگه که من اینجا همینقدر بهش اکتفا میکنم. پس خوانندگی ویژگی‌های مختلفی داره و هر کسی به نظر من که میتونه صحبت کنه، حتی برای دل خودش هم هست، زمزمه کنه و میتونه براش خوب باشه و ای کاش در کشور ما این فراگیر بشه و اینکه مردم تو محفل‌های خصوصی، تو محفل‌های عمومی بتونن بیشتر بخونن، بیشتر صداشون رو آزاد کنن و انرژی‌های درونیشون رو بتونن بروز بدن و به کمک آواز بتونن اونو ارائه کنن و به جهان فراتری دست پیدا کنن.